Let's get started with reading. Oh, uh, okay. We have uh, some information about Benedict Cumberbatch. Every week, the newspaper The Guardian chooses people who have been in the news recently and publishes a short interview with them called Q&A. میگه هر هفته روزنامه گاردین انتخاب میکنه آدم هایی رو که اون آدم ها این هو اجکتیف کلازه شما در لول اپر انترمیدیت هستین باید بتونین از اجکتیف کلاز ها هم استفاده کنین هم خوب متوجه بشین اگر اشکال زیاد دارین نمیدونین اجکتیف کلاز ها رو من توصیه میکنم دارای ساختارهای پیچیده ما رو ببینید اگر هم یه توضیح کوچولو من بدم اجکتیف کلاز به ما کمک میکنن که راجع به یه اسمی اطلاعات بیشتری بدیم میتونیم خیلی ساده از that استفاده کنیم بگیم chooses people that have been یا شیکتر از اون بهتر از اون اینه که برای آدم ها از who و برای اشیا از which استفاده کنیم میگه who که اون آدما پیپل people که اون people حالا چی هن have been in the news بوده اند در اخبار present perfect بچه ها در level of interim شما باید بتونین از present perfect به درستی استفاده بکنید recently یکی اخیران در اخبار بودند and publishes و انتشار میده a short interview with them called Q&A انتشار میده یک در واقع مصاحبه رو با این آدم ها که بهش میگن Q&A Q goes for question and A goes for answer the actor Benedict Cumberbatch was born in London in 1976 بازیگر؟ بندیکت کامبر در لندن در سال 1976 به دنیا آمده He has starred in many successful TV shows and movies. ببین چه فعلی استفاده کرده. فعل استار به معنای اینکه درخشیده است در خیلی فیلم ها. ایفای نقش کرده است. برای بازیگرها استفاده میکنیم Present perfect. خیلی فیلم ها رو بازی کرده است. که has starred in many successful TV shows and movies سریال های تلویزیونی برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی including که شامل چی میشه Sherlock War Horse, Star Trek and The Hobbit توجه داشته باش وقتی دارم رو خونی میکنم اگر چند تا چیزا اینطوری گذاشتم تو اردر انتونیشن هم میره بالا میره بالا میره بالا آخری میاد پایین درسته Sherlock, War Horse, Star Trek and Hobbit اوکی okay? خب سوالا رو که خودت جاگذاری کردی نگاه کردیم مثل سوال داشتیم جاگذاری کردی تو ریدینگ با هم یه چک بکنیم What's one of your happiest memories؟ یکی از خوشحال کننده ترین خاطرات چیه؟ توجه کن memory نونه یعنی خاطره memorize یعنی به خاطر سپردن فعل با زی یا با اس نوشته میشه هر دو صحیحه میگه sitting with the sun on my face در حالی که نشسته بودم و آفتاب به صورت من میخورد Uh, the morning after فردا صبح روزی که I had been in a carjacking in South Africa در یه carjacking بودم در آفریقای جروبی Carjacking یعنی چی؟ ماشین روبایی When somebody forces a driver to drive that person somewhere Or to even give them money Or maybe even ask the driver's car This is called carjacking یه hijacking هم داریم همین ماجره برای هواپی ماست نگاه کن چه ساختاری استفاده کرده past پرفکت میگه after I had been in a carjacking in South Africa چرا؟ الان داره راجع به روزی صحبت میکنه که حالش خوب بود افتاد بهش میخورد و قبل تر از اون در اون کارجکینگ بوده past پرفکت ما بهش میگیم past این past اول past perfect بعد simple past بعدم الانه الان داره راجع به یه اتفاقی قبل یه اتفاق دیگه صحبت میکنه ترتیب و حواست باشه خیلی وقتا زبان آموزا سیمپل پس میگن اشکالی هم نداره ولی ما وقتی میخوایم گرامر صحیح استفاده بکنیم پاست پرفکت لازم داریم قبل یه سیمپل پسی البته یه ریویو بر تنس ها خواهیم داشت این هم که سانس افریکا بچه ها اسم مکان ها اسم افراد اسم غذا ها روز های هفته ماه ها اسم های خاص حتما با حروف بزرگ بنویسین اگر این کارو نمی کنین از این بعد شما در لول و لازم رایتینگ های صحیح داشته باشین. توی نمره دهی تو رایتینگ ها این مسئله مهمه What was your most embarrassing moment؟ خجالت آورترین اتفاق زندگی لحظه زندگی چی بوده؟ When I was six وقتی 6 سالم بود I got stung by a wasp in a Greek market میگه نیش زده شدم به وسیله یک زنبور در یک مغازه یونانی Greek market ببین ساختار رو میگه I got stung فعلمون هست sting به معنای نیش زدن sting stung stung اوکی okay. به صورت پسیو استفادهش کرده میگه I got stung نیش زده شدم تو ساختار پسیو میتونم اما هزار بگم میتونست بگه I was stung نیش خورده بودم در واقع یه چیز تعریفی میشه نیش خورده بودم ولی میگه I got stung get تو پسیف ها خیلی زیاد استفاده میشه دقت کن برای wasp که یعنی زنبور یا بی از استینگ استفاده میکنیم ولی برای نیشه مثلا پشه مسکیتو ما اینو از بایت استفاده میکنیم یا برای نیشه مار سنیک یا حتی برای گاز گرفتن سگ و گربه از بایت استفاده میکنیم یه یعنی مثلا فرض کن تو این جمله احتمالا باید میگفت I got bitten by snake okay, I got bitten بایت بیت بیتن ساختارش این شکلیه ولی ما تو فارسی خب یه نیش داریم برای همه استفاده میکنیم A woman robbed an onion on my bottom. یه خانومی robbed مالید پیاز and on my bottom. به باطم من پیاز مالید که اتفاق خجلت ها براش بوده. سوال بعدی What don't you like about your personality? چی راجع به پرسنالیتی خود؟ راجع به شخصیت خود دوست نداری؟ پرسنالیتی میگه I am impatient من بی impatient حواست باشه که در تضاد دن با هم دیگه but also indecisive Bahamutur indecisive has indecisive means uncertain okay uncertain let's continue next question what is your greatest fear for getting people's names what don't you like about your appearance the size and shape of my head اندازه و شکل سرمو People say I look like Sid from Ice Age مردم به من میگن شبیه شخصیت سید در کارتون آیس ایج هستم ببین نمیگه سید این میگه سید from Ice Age دقت بکن ببین شخصیت ها رو با حروف بزرگ نوشته What costume would you wear to a costume party? Costume لباس های سنتی یا لباس هایی که تو مهمونی های خاص پوشیده میشه به شما میگیم costume Costume parties مهمونی هایی هستن که اینجور لباس ها از شما خواسته میشه که در واقع توش بپوشین میگه I enjoyed wearing bandages around my face as the invisible man میگه من لذت بردم پوشیدن از کلمه wearing استفاده کرده میتونست wrapping هم بده ولی چون لباسه wearing داره میگه باند پیچی کردن دور سرم رو در به عنوان invisible man شخصیت مرد نامرئی at the last one I went to تو آخرینی که رفته بودم کدوم آخرین چی؟ The one اشاره میکنه به اون پاردیه People got to know me without recognizing me Recognize, recognizing me فعلمون هست get to know Get to know یعنی آشنا شدن با کسی گفت با مردم با من آشنا میشدن بدون اینکه بدونن من کیم بدون اینکه منو بشناسن without دیه رو دقت بکن دیه در کلمه with و without به هر دو شکل میتونه تلفظ بشه میتونم بگم with میتونم بگم with میتونم بگم without میتونم بگم without okay, هر دو صحیح هستش ببین با کدوم راحت تری let's go to next question number seven which words or phrases do you most overuse میگه از کدوم کلمات و عبارت ها بیشتر از همه استفاده میکنی فعلمون هست overuse over اول یه فعل بیاد یعنی زیادتر مثلا oversleep یعنی خوابوندن overwork یعنی بیشتر از اندازه کار کردن overuse یعنی زیاد استفاده کرد کلمات یا عباراتی که ما زیاد استفاده میکنیم رو بهشون catchphrase هم میگن catchphrase طرف چیه؟ تیکه کلامش چیه؟ اون کلمه که زیاد I say erm too much میگه خیلی کلمه در واقع erm رو زیاد میگن مثل ام که ما میگیم در واقع زیاد میکن What one thing would improve the quality of your life میگه اون چیزی که در واقع improve میکنه بهتر میکنه ارتقا میده سطح زندگی to quality of your life چیه؟ Better time management مدیریت بهتر زمان And number nine, if you could edit your past, what do you think you would change? دقت کن بچه این change، اینو change نگه، change. ساختاری که استفاده کرده second conditionalه. چرا؟ Unreal question. Unreal در واقع questionش. حالا موقعیتش unrealه. دیگه اگه میتونستی چیزی در مورد گذشته تغییر بدی چی کار میکردی؟ چی رو تغییر میدادی؟ آیا ما میتونیم گذشته رو تغییر بدیم؟ خیر پس unreal questioning is used اگر میتونستی چیزی رو edit بکنی قسمت situation رو if با یه simple past استفاده میکنه قسمت result رو میان چی استفاده میکنه؟ would plus base استفاده میکنه would, what would you change مثلا what do you think you would change I might not have called travel non the famous direct director. Uh, اینو دایرکتور همتون میخونیم ما دایرکتور درسته دایرکتور هم درسته. Adrian at my first edition for him. ساختار رو ببین میگه I might not have called Trevor احتمالا به تاورنان زنگ نمیزدم. ساختار این شکلیه. might have pp در حالت منفی might not have pp مدال هایی که وقتی ما در گذشته استفاده می کنیم غالبا به صورت پرفکت مودال استفاده میشه توجه داشته باش مودالی که ما الان برای حال یا برای آینده استفاده میکنیم مودال پلاس بیسه اوکی ولی مودالی که تو گذشته استفاده میکنیم غالبا مودال هف پی پی همیشه هم هوه هست نداری مودال هف پی پی احتمالا زنگ نمیزنه یعنی الان داره یه حدسی راجبه گذشته میزنه می زنه. و مایت هم هم معنی هم هست میتونست از می هم استفاده بکنه بچه داریم مودالی که در گذشته با این ساختار هم نیاد خب بریم سراغ قسمت بعدی ریدینگمون